سلام دوستان عزیز، حالتون چطوره؟ من امین اینفرنو هستم و خیلی خوش اومدید به ویدیو امروز. بچه‌ها الوعد وفا، بعد از گذشت دو سیزن بالاخره داش همین تصمیم شد اون اوتلاه رو از غلاف در بیاره. بچه‌ها اوتلا کشیدم ناکن مولایی، فقط فاسکوپ زدم ناکن فاست اسکوپ نبینم کسی بگم فاسکوپ فاست اسکوپ زد فاسکوپ فاست اسکوپ زدم. بچه‌ها با این سرافم یه مقدار گیم پلی گذاشته بودم ولی اوتلا رو نکشیده بودم. این اوتلا بچه فوق العاده است، یعنی واسه فست اسکوپ یعنی محشر. اینجور بهتون بگم اصلا میشه فقط باش فست اسکوپ مولای زد. این فست اسکوپ مال دیله ولی فست اسکوپ مال اوتلا. یادتون نره این قواعد بچه. یه زمان اگه یادتون باشه اوتلا روی زمین بود، من تو پلت باش خیلی حال میکردم. اون موقع اچس هم بود فکر کنم اوتلا اچس، اصلا مولای الان دیل اچسه، مثلا دیل بیوای الان روی زمین. خب ولی بچه گان خفنیه، مخصوصا داخل مولتی. اوتلا یکی از بهترین اسنایپ ها و به نظر من سریع ترین اسنایپ بازی میتونه باشه. اوتلا بچه ایمش خیلی سریع، یعنی مثلا شاید در حد شاتگان سریع باز بشه. و اینکه بچه یه چیزی بهتون بگم، آرتیک 3 تا شاته. خب بعضی وقتا حالا شاید 2 تا بزار یارو دمیج باشه، ولی بچه 3 تا تیره آرتیک با خشاب کمتر و اسکوپ دیرتر، اینم دقیقاً 3 تا تیره ولی از نزدیک میشه باش خورد. حالا بچه فایت های نزدیک میذارم، مثلا من با اینجا اسنایپا خوشم نمیاد مثلا برم بالا یه های گران تق 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 بزنم. میدونی چی میگم؟ یه چند تا فایت مولایی دارم، فقط ببین عشق کن. گردونه فوریو هم هست بچه، میبینی گردونه قدیمیه، مثلا آیتم ریر هم توش هست. این چیه؟ یه MSMC نمیدونم چی داد، یه آرتیک شبیه اون آرتیکه که داخل استور بود. بذار ببینم، نه این فرق داره با اون، ولی یه آرتیک دقیقا کپی این شبیه همین داخل استور بود قبلا. اسم نه آرتیک نمیدونم چی یادم نمیاد. حالا معلومه دیگه سرافت گان قشنگ این ترتیب مال من همینه. یه سراف خیلی خوشگل داره، خدا گنگ اسکین بالاه 1500 تا واسه اوتلا، یکی از اوتلا شنی بهش میگن بچه. خیلی خفنه، کیل افکت بالی هم داره. حالا من ببینید دیگه اتچمنت هم بچه 100% براتون میزنه، دوستای بچینید خیلی سریع میاد. یعنی مثلا طرفو دمیج کنی اوتلا رو بزنی رو اسکوپ فاسکوپو بزنی در جا افتاد. آقا بریم اول یه مقدار هایلایت تور با هم ببینیم، بعدش هم بریم سر گیم پلی اصلی که از اول تا آخره. به مولا نگاه کن داداشم. بچه یه چیزی میخوام بهتون بگم درباره کیلای نمایشی مثلا با اسنایپ از فایت های نزدیک. خب من حقیقتو میگم، خدا اصلا دوست ندارم مثلا یه مطلبی بگم بعدا متوجه بشی بگی آقا امین اینجوری گفت ولی امین اصلا فقط به خاطر نفع خودش یه همچی حرفی زده. این هواپیما بذار رد بشه، هواپیما برو، هواپیما برو. خوش باید دارم میرم کجا حالا بچه، خیلی دارم مسافرت میخواد، همین الانش هم تو مسافرت هم اومدی خونه مامان بابا ولی بچه حال میده. هواپیما رفت. داشتم میگم بچه ببینید فایت با اسنایپ از نزدیک یه چیز، من گیم پلی کامل میذارم. خب حالا اینجا فقط یه مقدار پلتفرم گذاشتم اینو توضیح بدم، بریم سر گیم پلی کامل، یعنی از اول بازی تا آخر بازی. بچه اگه هایلایت میبینید با اسنایپ اعتماد نکنید، خب چون مثلا میشه داخل واقعا مثلا میشه بعضی از شات ها که خیلی فضایین و آره مثلا من خودم مثلا ممکنه شاید داخل هر 20 دست یه بار بزنم، ولی فست اسکوپ اسنایپ اینا از نزدیک داخل کاستوم روم و یعنی یه جای خفن تقریبا بچه احتمالش خیلی کمه که مثلا بشه. خیلی من اینکه خیلی مسلط باشه، من یادتون باشه از خیلی وقت پیش مثلا بازی میکنم، نمیگم همه رو میتونم بزنم، مثلا شاید یارو اومد قشنگ بزنه بگه امین بیا پایین مثلا چی اسنایپ گرفت جلو من. میدونی چی میگم؟ یه همچین موضوعاتی هست ولی در کل میشه باش پلی داد، یعنی من هر وقت خواستم تونستم باش خوب پلی بدم، یعنی مثلا کیلای زدم قابل قبول، همش هم داخل یه بازی، نه اینکه مثلا کلا داخل 5 6 تا بازی برم هر کدوم یه کیلو گیرم. ولی میگم حالا مثلا واقعا اگه بخوام بهتون بگم در کل من خودم بچه هایلایت خیلی میذارم داخل پیجم، داخل پیج اینستا میذارم، بعضی وقتا اصلا کل ویدیوم هایلایته، ولی نمیخوام بگم مثلا آه کسی که هایلایت میذاره پلیر بدیه. گوش کن چون من خودم هم هایلایت هم، یعنی من واقعا مثلا فقط دنبال کیل قشنگ اونجور بسم واسه این دارم بازی میکنم من. خب ولی بچه اعتماد نکنید. ببینید مثلا بهتون میگم آقا یه گیم پلی میبینید، حالا من جدیدن خیلی اینجوری شده، طرف توش خیلی کیلای خفن میزنه خیلی قشنگ بازی میکنه، ولی مثلا بچه یه دست با یارو بازی میکنید، نه اینکه جلوتون باشه، من نمیگم تو فایت چون فایت ها واقعا بعضی وقتا برابر نیست، یه از یارتون میده آقا این اونی نیست که داخل ویدیوها دیدید، یعنی مثلا حالا شاید مثلا اون روز روزش نباشه، مثلا میگم بعد از 100 نه کن
این هواپیما چی میخوان؟ بیا برو دیگه، داشمین اینجا داره ملق میزنه. آه سر گیمپلی اصلی هستیم، ما اینجا یه جا دیگه لند کرد، شماره 3 نمیدونست پلتفرم داره، ما رفتیم یه لوت زدیم اومدیم بریم بچه های سیستوغمون رو بزنیم. میگم بچه ها همیشه سطح بازی طرف از روی هایلایتش قضاوت نکنیم، برعکسش هم داریم، شاید یکی اصلا شاید ریکورد نباشه، دیوایسش موقع ریکورد بد باشه، هزار تا داستانه، نمیشه از روی هایلایت نظر داد. یعنی مثلا شاید باید با طرف شاید مثلا حداقل میگم یه ما بازی کنی تا بفهمی بازیش چه، نه یه ما که چرت خدایی، حداقل باید باش مثلا یه روز اصلا از ساعت 5 غروب تا ساعت 1 و 2 شب باش بازی کنی، در این که مثلا حالش خوب باشه، مثلا اگه نشد فردا. در این صورت آقا میتونی بگی طرف پلیر خوبیه یا نه، ولی اینجوری نیست که ما مثلا یه دو تا کیل از طرف ببینی بگی وای پشمنی. من حتی مثلا بعضی وقتا اینو جدی میگم، ولی مثلا بین بچه خودمون من داخل روما خیلی میبینم، یعنی مثلا بچه‌ها میذارن عشق میکنن براشون، ولی مثلا بعضی وقتا من طرف میذارم میگم بابا این دیگه چه پلیئریه، ولی من مثلا دست بعد اینوایتش میکنم بیاد مثلا با هم بازی کنیم بازی چطوره، میبینم واقعا اون نیست، اون شرایطو تونت مثلا تونسته اینجوری بزنه، یه پلیئری که آقا تو هر شرایطی بتونه بهترین خودش باشه. نه آقا نمیگم وین کنه بچه‌ها، چون واقعا بعضی وقتا اصلا سولو اسکواد نمیشه بازی، این ببین اینجوری حرفا رو کسی معمولا نمیاد بزنه، ولی من میگم من واقعا نه مثلا نه دیگه مثلا چجوری بهتون بگم، من تقریبا چجوری بگم خدایی با این حمایتای شما تقریبا شناخته شدم، یعنی نیازی واقعا ندارم اینجا رو بیام دروغ بگم وای من چقدر پلیر خفنی ام تو همه شرایط بهترین پلیو میدم من مثلا فلانم، یه همچین چیزی واقعا نداریم بچه ها، ولی همه پلیرها میمیرن، نکن همه پلیرها پاش بیفته میمیرن، حتی از بهترین پلیرایی که من دیدم، ولی اینجوری نیست که آقا همیشه مثلا اون طرف روی مود باشه همه رو بتونه بزنه. اصلا بعضی وقتا ببین من یه پلیرای دیدم بچه‌ها از یه کسایی خوردن که خب نه من باورم میشه نه خودشون، میدونی چی میگم، مثلا بچهای کاستوم ما خدای سطحشون بالا، نه این دن سرویس رو ببینید بچه‌ها، اسکالای سبز تا آخر ویدیو یادتون باشه اومد نامردی نکرد یه خسماره زد زیر پای خودش، ما رو زد خودش هم کشت، ولی بچه ها کیلش کردن، ولی بچه ها یادتون باشه ببین چجوری اوتلا خورش میکنم، بریم جلو. بچه ها منی که خودم هایلایت پلیرم، من واقعا من خودم هایلایت پلیر میدونم، من مثلا گیم پلی کامل میذارم و خیلی گذاشتم، کلی گیم پلی دارم، 32 کیل دارم، اینا دارم، ولی من خودم رو هایلایت پلیر میدونم، یعنی با افتخارم حتی. این نظرم درباره هایلایت پلیرها بود، مثلا واسه همین، واسه اینکه خودم هایلایت پلیرم، یا میتونم یه همچین نظریو بدم که آقا بچه‌ها کسی از روی هایلایتاش قضاوت نکنید، حتی من مثلا یه نفر مثل من، خدای من یک سال دارم ویدیو میذارم تقریبا یک سال، آقا هر روز حالا یه روز مریض بودم یه روز دوتا گذاشتم، میشه بگی یک سال هر روز گذاشتم، میدونی نمیدونم، حالا شاید مثلا 50 60 تام ویدیو از یک سال کمتر، شاید دو ماهش اصلا نذاشتم، خب ولی بچه ها این شرایطی که من دیدم اصلا نباید درباره هایلایت مثلا بگی آه وای طرف چه کلی زدیم بهترین پلیر دنیا، یه همچین پشمام یه همچین چیزی نداریم بچه ها. حالا دیگه بریم سر بحث بازی، یه دوستاتی شما هم نظرتون رو برام بنویسید، چون امروز با دوستای خودم و رفیقام بحث این هایلایت ها بود، هایلایت ها یکی از دوستای نزدیکمون نگاه می‌کردیم، بعد مثلا میگم هر روز من گفتم بابا این چه هایلایتیه داشت، سطح تو کی انقدر بالا بود، میگه چی میگم، بعد مثلا کنارمون نمیگم بازیش بده، اینجوری نیست همیشه، گرفتید پشمام یه همه نیت چی میگه اینجا داشت سطح. این کلاس بچا این کلاسر هم یه مقدار قوی کردن امروز، یکی دو بار باش مردم تو رنگ، ولی بریم بچا بریم سر فایت، نظرتون حتما برام بنویسید، خیلی دوست دارم بدونم، چون با یکی دو کیل با یه دقیقه دو دقیقه نمیشه بگی آقا این دیگه ته پلیره دیگه، رو دسته این اصلا نیومده، انقدر بچه شلوغه یکم دیوایس لگ گرفته، اسکوپو ببین ناموسن ناگون تو یک صدم ثانیه باز میشه، یعنی خودم ریختم پشمام مونده، بیا پایین، فقط حیف دمیجش کمه اینجا بچه، یه اسکواد دیگه بهم راش میدن، وایس این هواپیما بده بچه، هر کی این صحنه رو میبینه میگه یاد یه عکسی افتادم داشتم، این اصلا چهار نفر ریختن رو بچه، دو نفرشون رو خیلی قشنگ و سری زدم، شروع میکنم آقا به ریلود گانم به همه کار، میدونید دو نفر رو که زدی آقا اچ پی تام 16 بود، فرار کن برو یه هیل بزن بیا بچه، اسنایپ میشه باهاش فایت دادا، یعنی بچه اوتلا اعتماد کنی، ببین یه شات دو شات خیلی تمیز اصلا داشمین میزنه حلال ناموسن داش اشکان عشقی من جدا، فکر کنم همین بوده امروز استوریش کردم، نمیدونم یا یک کیل دیگه هم شبیه این زدم دیگه، کلا اوتلا بازیه، میگم بچه اگه واقعا یه همچین کیلایی واسه تون جذاب، واسه من که خدای کیل با اسنایپ اصلا یه مدت آرزوم بود، میدونی چی میگم، میگم وای یه کیل با اسنایپ میزدم انقدر ذوق میکنم، الان اومده دستم
اسنایپ نزدیک منظورمه، تو فایت مثلا جلو شاتگان پلیر خطش رو گرفت. اینا همونا هن بچه، یادتون باشه این چجوری میزنم اون سبزه رو تا این باشه اسمارس نزنه. برای داش همین اذیت نکنید، داش همین انتقام میگیره. یعنی نشده یه نفر بزنه از زیر دستم در بره، شده دو سه روز دیگه تو کاستوم بگیرم قشنگ سیستوق رو بمالم به شلی زدمش. بچه اینجا دو نفرمون ناکن، یه نفرمون هم داره ریوایو میشه. نمیخوام الکی برم یار بلند کنم یا هرچی، باید حواسم باشه آقا. این همون اسکایلا است، ببینیم چجوری میخورمش. بیا پایین. اینجا یه راش داد، یه شات بهم زد، یه شات هم ریجستر، یه شات خور رفتم رو ریلود، اسنایپر رو کشیدم. ناکن نمیذارم، موومنت میزنم. بگو داش همین ست ناموسن. الان اگه تا اینجای ویدیو لایک نزدید، ویدیو رو یه ثانیه قطع کن برو لایک رو بزن. لایک و داش همین میرسه دیگه، خدای یه کیل قشنگ. نحوه مدرن گرفتن لایک از سیسماسیا توسط داش همین. لایک رو بده دیگه. خدای بچه لایک ها خیلی داخل آمار کانال تاثیر دارن. همیشه اگه واقعا ویدیو رو میبینی، اگه دوست هم دارید و اینا، حال که اصلا ول کنید، داش همین رو ول کنید. اگه خوشتون اومد از بازی هر چیزی یه لایک بزن. اگه دوست دارید یه کامنت انگلیسی، معمولا کامنت انگلیسی خیلی بهتره. داش بمیر دیگه، همه پشمام سطحه. خوشم از این اپیک نمیاد اصلا بچه، هیچ جوره به دلم نمیشینه. میایم داخل دوباره هیل میکنیم، چون نینجا هم صدا پا ندارم، ولی بچه متاسفانه نینجا خیلی بد شده. اصلا نینجا هیچ نمیگیره، پینگ من این روزا یکم بده. یعنی این 60-58 تیکی میده بچه، واقعا شاید رو 90 واقعی باشه، خیلی بده پینگم. نینجا شاید بر ندارم واسه یه مدت، همون شاید با دیفندر اسموک مدیک با همه کلاس ها میخوام بازی کنم. نینجا هم میگیرم ولی مثلا نه همیشه دیگه، یه جوریه. امیدوارم سیزن بعد کم مثلا بهتر شه. بعضی وقتا نینجا رو میزنم کنار طرف، نینجا هم باگ میخوره، اصلا نینجا نمیاد، نمیره، نمیتونم ایم بگیرم، خیلی باعث مردنای الکی میشه. میدونی چی میگم؟ نینجا آقا کنسل. آقا کیل آخرم خیلی فضایی زدم، ولی بچه این گان داخل مولتی هم قویه. اگه دوست داشتید داخل مولتی مثلا داخل شیپمنت به صورت دوئل تور هم بذارمش با اتچمنت، بگید بچه ها. خیلی سریع ایمش باز میشه، دقیقا همین جوریه که داخل بتل هست. نگاه کن داخل یک دو سه اینجوری یک ثانیه طرف رو ببینید دمیج باشه اینا، ایم رو باز کنید تیر رو بزنید، 100% ناکه. خیلی گنگش بالاه. تو مولتی اگه دوست داشتید میرم تستش میکنم، یه ویدیو دوئل خیلی خفن براتون میذارم، حتما خبرم کنید دیگه. کیل آخرم خیلی سخته بچه، آخر ویدیو الان کف دستم دوباره همیشه مینیسم اتچمنت که یادم نره. من از این دارم که خیلی چیزا یادم میره مینیسم کف دست. ولی بچه اوکیش میکنم، حتما کیل آخرم ببینید، خیلی گنگش بالا. اصلا نکنم گفتم بابا داشم این سخت، داشم این سخت بخوره بهت. بریم یه راش بیم بی تربیت بدیم. کجایی؟ این سانتا هم خوشگله ها، بابا نوال مولایی. نمیدونم با این شاتگان اپیکه یه جوریه انگار، نمیدونم هیچ فرقی نداره با اونا، ولی نمیتونم باش بزنم. فرار نکن بچه ها، هیپ فایرش هم خیلی قویه. حالا اینو ببین، نمیدونم چرا شاتگان هم نمیخوره. این قشنگ تنو میزنم بشه، اینم زدم بشه، ولی هیپش بچه ها عجیبه این اوتلایه. حالا من فاسکوب زدم باشم، اون فاسکوب زدم، ولی شما نظرم بچه ها برید یه فایرش هم تست کنید از نزدیک و دقیق بزنید. اگه پینگتون از من بهتره که حتما به تست کنید، مثلا نتیجه رو یا ادستوری کنید. اطلا و اطلا فرقی نداره خدای بچه ها، داخل با همون چیاش هم میزنید. من اگه یادتون باشه قبلا یه دونه اپیکش رو داشت مثلا بود، همش بودم بچه ها کاش لژندش بیاد، ولی با اونم خوب میزدم، هیچ فرقی نداره. هدشات هم دیدید که نمیندازه، ولی باید تستش کنید. نظرم هیپ فایرش خیلی قوه. این اتچمنتی که حالا براتون میذارم باید بچینید تستش کنید، بزنید ببینید چطوره. بچه جان بیا پایین، فرار نکن داش، فرار مرار کنسل. بعضی هم نگاه کن، یار کیل دوز دهن من سرویس کرد، یه شات وقتی قسمت نیست بمیری، دو شات، سه شات، ولی نه مرد. حالیه داش واقعا، نه سست، ببین ستا نشد، وسط دمیج کردن من طرف اومد یه تیر زد. یار ست داداشم کجایی؟ آخریشون رو پیدا کنیم بریم سیستوق بدیم بهش. از آها چجوری نهیدمشون بالا، من پشمام. کجا میری؟ بیا اینجا داشمیل بیست. ولی بچه دیدم یارم داره میزنه، گفتم برم. یه مقدار دمیج شده بود، ببین چی زدم خدا. اینه هاش نگاه کن، یه فست زدم نخورد، دوپس سحت. تو کامنت بنویس سحت به مولا. بچه ها خیلی دوستتون دارم، امیدوارم لذت بردم. اینم از اتچمنت ها، حتما برید بچه ها بچینید تستش کنید، امیدوارم لذت ببرید. اگه کیل قشنگ زدید با اطلا بچه ها، چیزی که من 100% میبینم ویدیوشو داخل استوری بذارید، منم تگ کنید، اینجوری میبینم حتما. خیلی دوستتون دارم، خیلی خفن، اوقاتون باشید، میدمتون، فعلا بابای.